حامد کرزی برای ملاقات با سران شورای عالی مقاومت به ترکیه رفت. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. حامد کرزی برای ملاقات با سران شورای عالی مقاومت به ترکیه رفت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان که اخیراً به آلمان سفر کرده است، روز شنبه 26 آذر برای ملاقات با سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان وارد شهر استانبول شد. یک منبع آگاه به اندپندنت فارسی گفت حامد کرزی قصد دارد با حاجی محمد محقق و عبدالرب رسول سیاف از رهبران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و همچنین با کریم خلیلی معاون سابق دولت افغانستان که فعلا در ترکیه است ملاقات کند. در همین حال فضل احمد معنوی وزیر عدلیه در دولت اشرف غنی احمدزی روز شنبه در تویت نوشت که در شهر برلین با حامد کرزی ملاقات داشته است. در عکسی که فضل احمد معنوی منتشر کرد، شماری دیگری از سیاستمداران از جمله کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری اش نیز دیده می شوند. فضل احمد معنوی نوشت که موضوع حامد کرزی در قبال آموزش دختران، حرمت گذاشتن به قهرمانهای ملی افغانستان و سایر شخصیتها، تلاش برای جلوگیری از ظلم و خشونت در و دستیابی به نظام مردمی ستودنی است. تاکنون دفتر حامد کرزی و همراهانش در سفر به آلمان هیچ جزئیاتی از گفتگوها به و ملاقات های او منتشر نکرده اند. حامد کرزی پس از 16 ماه زندگی تحت سلطه طالبان سرانجام 12 آذر اجازه پیدا کرد تا از افغانستان خارج شود. او در ماه های گذشته بارها تلاش کرد به کشورهای مختلفی از جمله امارات، روسیه و آلمان سفر کند، اما طالبان مانع او شدند. حامد کرزی در چندین مصاحبه با رسانه ها ضمن یادآوری این نکته که طالبان مانع سفر او به خارج از افغانستان شده اند گفت با فروپاشی دولت اشرف غنی احمدزی و بازگشت طالبان به قدرت، برای کمک به ثبات و صلح در افغانستان در خانه اش در کابل ماند و تلاش نکرد از افغانستان خارج شود. تا کنون مشخص نشده است که آیا کرزی دوباره به افغانستان برمیگردد یا در یکی از کشورها خواهد ماند. او در 12 آذر از کابل به امارات متحده عربی رفت و پس از چند روز اقامت در امارات وارد آلمان شد. یک منبع آگاه گفت ممکن است حامد کرزی حامل پیامی از طرف طالبان به رهبران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان باشد. با باور این منبع آگاه، کرزی تلاش میکند سیاستمداران مخالف طالبان را به بازگشت به افغانستان و گفتگوهای صلح آمیز با این گروه وادار کند. حامد کرزی همواره در پیامها و مصاحبه هایش بر ایجاد زمینه برای گفتگوی معنادار میان طالبان و احزاب سیاسی تاکید کرده است. سران طالبان بارها در پاسخ به درخواست ها برای آغاز گفتگوی معنادار برای تشکیل دولت فراگیر گفته اند که با سلطه این گروه صلح در افغانستان تامین شده است و همه سیاستمداران می توانند بدون هیچ هراسی در این کشور زندگی کنند. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.